راز تو فاش می کنم صبر نماند بیش از این بیش فلک نمی درد مرا زمین این دل من چه پر غم است وان دل تو چه فارغ است آن رخ تو چه خوب چین وین رخ من پر است چین تا که بسوزد این جهان چند بسوزد این دلم چند بود بتا چنان چند گهی بود چنین سر هزار ساله را مستم و فاش میکنم خواه ببند دیده را خواه گشاب و خوش ببین شور مرا چو دید مه آمد سوی ره مدهز من زره گفت مده ز من نشان یار توی این مهم نشین خیره بماند جان من در رخ او دمی و گفت ای صنم خوش خوشین ای بت آب و آتشین ای رخ جان فضای او بهر خدا همان همان مطرب دل ربای من بهر خدا همین همین اشق تو را چو مفرشم آب بزن برا تشم ای مه قیب آن جهان در تبریز شمس دیم. در انتهای شب به نام یگانه بی همتا یاران گرامی ادب دوست سلام امید است گذر اجام به کامتان باشد امشب به نقد و بررسی داستان بلند مردی که زیر زمین زندگی می کرد اثر نویسنده نامی آمریکا ریچارد رایت می پردازیم. ریچارد رایت نویسنده ای سیاه پوست است و در تمامی آثارش هم سعی می کند دردها و رنجهای همین نژاد را منعکس کند. و به خصوص به ستم هایی که سفید پوستان آمریکایی به آنها روا داشتند در قالب داستان اشاره کند. داستان بلند مردی که زیر زمین زندگی می کرد یک شخصیت اصلی و سه شخصیت فرعی دارد. پس می توان دریافت که داستانی کمحجم و پیراسته است. ریچارد رایت در این داستان خوش ساخت در کمترین فضا به اندیشه های خود قالبی داستانی بخشیده است. به اعتقاد ما هر داستان را باید در نوع خود بررسی کرد و با معیارهای همان نوع هم با آن برخورد کرد. از همین رو اگر ما میگوییم داستانی خوش ساخت و موفق است قضاوت را با توجه به انواع دیگر داستانهای سیاسی اجتماعی انجام می دهیم. وگرنه از منظر زیباشناختی و اصول داستان نویسی جدید نقایسی جدی دارد که به آنها اشاره می کنیم. در مایه اصلی این داستان تقابل و جابجایی مفهوم جرم و مجرم است و این موضوع در ساحتی اجتماعی موشکافی شده. خلاصه داستان این است سیاه پوستی به نام فرد دانیل را به اتهام قتل زنی سفید پوست بازداشت می کنند و آنقدر کتکش می زنند که به قتل اقرار کند او در فرصتی مناسب از زندان می گریزد و در زیرزمین محل تخلیه فاضلاب شهر پنهان می شود او در مدتی که آنجاست به زیر زمین کلیسای سیاه پوستان راه پیدا می کند و شاهد دعا خواندن گروه از هم نجادان خود می شود. پس از آن به زیر زمین یک قصابی راه پیدا می کند که میوه فروشی هم هست و بعد به یک انبار زغال سنگ بر می خورد. در پایان از راه زیر زمین به کارگاه تلاسازی بزرگی می رود و از پشت پنجره می بیند که مسئول کارگاه گاف صندوق را میبندد و او رمز آن را یاد میگیرد نیمه شب میآید و مقدار بسیار زیادی پول و طلا به سرقت میبرد و به مخفیگاهش منتقل می کند. فردای آن روز که برای سرکشی مجدد میآید میبیند پلیس نگهبان شب کارگاه را دستگیر کرده است و مدام کتک میزند تا به سرقت اقرار کند او هیچ واکنشی نشان نمی دهد تا نگهبان در اولین فرصت خود را می کشد. ساعتی بعد فرد دانیل از زیرزمین خارج می شود و نزد پلیس می رود تا به سرقت خود اعتراف کند. او پافشاری می کند تا درست همان سه پلیسی را ببیند که او را به جرم ارتکاب قتل کتک زده بودند. پس از یافتن آنها پلیس ها قبل از شنیدن حرف های او میگویند که قاتل اصلی آن زن را یافتند و او بیگناه است و میتواند با خیالی راحت به خانه اش برود اما سیاه پوست مسئله سرقت را پیش می کشد و اصرار می کند آنها را به مخفیگاه خود نزد پول ها و طلاها ببرد. پلیس ها تصور می کنند که او دیوانه شده است. سرانجام اصرار بیش از حد سیاه پوست باعث می شود تا همراهش کنار دریچه زیر زمین بروند و سپس یکی از آنها با گلوله ای سیاه پوست را به قتل می رساند. متوجه شدیم که ابتدا شخصیت اصلی داستان بیگناه است و بدون علت او را متهم کردند. اما هنگام فرار به مرور به مجرم تبدیل می شود. یعنی فشار اجتماعی از طریق نظام پلیسی آمریکا او را به سوی جرم سوق می دهد. فقط باید توجه داشت که در این تغییر و تبدیل نقش پول و جواهر اساسی است. فرد دانیل دریافته است که ریشه ارزش های جامعه آمریکا پول و تلاست. از این رو برای تحقیر آن جامعه به تحقیر پول و طلا می پردازد و در عین دست یافتن به مقدار زیادی از آن تصمیم میگیرد همه را به پلیس تحویل دهد اینکه او اصرار دارد نزد همان پلیس هایی برود که او را بیگناه متهم کرده بودند به خاطر این است که از پول ها و طلاها ارزش زدایی کند و نشان دهد که پول فقط نمادی از خوشبختی است و در اصل ربطی به خوشبختی ندارد اما همین فرد دانیل در کشاکش بیگناه مجرم بودنش مسبب مرگ فرد دیگری هم می شود. به سبب سرقت، نگهبان شب کارگاه تلاسازی، شکنجه و وادار به خودکشی می شود. در برخورد با این قضیه، فرد دانیل اندکی متأثر می شود. اما عملا کاری برای نجات دادن آن فرد نمی کند و نویسنده صریحا در متن می گوید که جایگاه نازل اجتماعی نگهبان خود به خود ثابت کننده ی جرم اوست. یکی دیگر از درون های این داستان جابجایی نقش هاست. فرد دانیل می تواند هم قصاب باشد، هم انباردار زغار سنگ و هم کارگر فاضلاب. مجرم و فراری بودن او به سبب فردیت او نیست بلکه شرایط اجتماع او را به این سوی رانده است از سوی دیگر میتوان تصور کرد که آن سه پلیس در نظامی دیگر در همان جایگاهی قرار میگیرند که فرد دانیل اینک قرار گرفته است مگر آنها مجرم و قاتل نیستند در این داستان مسئله آشکار است آن این است که سیاه پوستان آمریکا تحت سیطره سفید پوستان قرار دارند و آنها کمترین ارزشی برای سیاهان قایل نیستند کشیش کلیسا به دعا کنندگان یاد می دهد که تکرار کنند مسیح مهربان در درون من را یافته است اما وقتی که سفید پوستان کمترین مهربانی در حق سیاه پوستان روانه می دارند مشخص می شود که آن شعار هم صرفا برای فریب دادن سیاه پوستان مطرح شده است نکته جالب این داستان حرکت شخصیت اصلی به سوی هویت باختگی است او ابتدای داستان می داند که کیست و چرا به فازلاب پناه آورده است و چند بار هم اسم خود را تکرار می کند اما بعدها که در آنجا بیشتر باقی میماند کم کم به سوی فراموش کردن ماهیت خود و هویت باختگی حرکت می کند. طوری که در انتهای داستان دیگر خود را نمی شناست. تحلیل علت پافشاری او برای اینکه پلیس ها را همراه خود به زیر زمین بیاورد از زاویه دیگر هم مفید است. و شاید برخی از مسایل روانشناختی را روشن سازد ابتدا وقتی او قصد سرقت پولها و طلاها را دارد صریحا به خود میگوید که برای ارزش مادیان ها این کار را نمی کند برای او طلا و ساتور و رادیو ارزش یکسان دارند و همه را با هم به مخفیگاهش حمل می کند او اول اسکناس ها را با میخ به دیوار مخویگاهش میچسباند و بعد انگشترها را جلو آنها آویزان می کند تا نشان دهد که فقط به جلوه ظاهری آنها نظر دارد و متوجه است که پول فریبنده و زیباست و به دارندهش تشخص میبخشد، اما تشخصی کاذب. عمل فرد دانیل با شکست روبرو می شود زیرا در کل خلاف عرف و غیر عادی است زیرا در جامعه آمریکا هر انسانی که در طبقه و موقعیت فرد قرار دارد هیچگاه پس از دست یافتن به چنان پولی آن را به سادگی از دست نمی دهد. به همین سبب پلیس ها به این نتیجه می رسند که او دیوانه است و دیوانگیش هم برای جامعه آمریکا مزر و مسئله ساز است و باید کشته شود تا نظم جامعه به هم نخورد حال به نکات سوست و بیپایی داستان بپردازیم اولین مسئله باورناپذیر برای داستانی که خصلتی واقع گرایانه دارد این است که نمیتوان پذیرفت فردی از راه فازلاب این گونه به همه جا بتواند راه پیدا کند و هیچ کس هم نفهمد. به خصوص وقتی به انبار زغال سنگ راه پیدا می کند، قضای کارگر پیری را که آنجا مشغول کار است آهسته بر می دارد. یا اینکه دو مشتری قصابی از او جنس میخرند و به او مشکوک نمی شوند. در مرحله دوم، وجه باورناپذیر داستان آنجاست که او پولها و طلاها را نفی می کند. او کارگری سیاه پوست است که از نظر ذهنی چندان هم متشخص نیست و نمی توان او را فردی اندیشمند یا نظری پرداز به حساب آورد. بنابراین عمل او در برخورد با پولها و طلاها فقط از نظر معنایی و ارزش نمادینش موجه است. وگرنه نمیتوان قبول کرد که کسی در آن جایگاه اجتماعی به این کار دست بزند. مرحله سوم اصرار او برای رفتن به نزد پلیس است. او می توانست انسان های معمولی را هم به همانجا ببرد و با نشان دادن پول ها و طلاها به همان نتیجه ای که میخواست برسد. به خصوص آنکه باید تجربه گذشته خود و تجربه نحوه برخورد آنها با نگهبان شب کارگاه را در نظر داشته باشد و بداند که برخوردهای خشونتبار آنها منطق پذیر نیست و اصرار او برای بدن آنها به مجرای زیرزمینی اشتباه محض است. صحنه ها به دنبال هم ردیف شدند. به همین سبب به نظر می رسد که نویسنده فقط خواسته است هر طور شده به معنای دلخواه خود برسد. مسئله بعدی این داستان نقش تصادف و تقدیر در پیشورد طرح داستان است. فرد دانیل به هر چه نیاز دارد در مجرای فاضلاب دست می‌یابد. به عنوان مثال او کبریت، سیگار، غذا، میوه، دیلم، لوله، رادیو، کیسه، پول، طلا و هفتیر به دست می آورد. هفتیر نگهبان شب را وقتی که خواب است از او می باید. انگار او در مجرای فاضلاب و نقطه دور افتاده و پرت نیست که در بهترین نقطه شهر و بهترین موقعیت قرار دارد. این گونه استفاده کردن از نقش تصادف و به تقدیر سپردن پیش برده داستان به آن رتمی جبران ناپذیر وارد می آورد. پس همین رو خواننده را به این فکر می اندازد که کل داستان و کل ماجرا تصنعی است و نباید آن را چندان جدی بگیرد. این امر باعث می شود که خواننده به شخصیت داستان هم شک کند و با او در ذهن ارتباط برقرار نکند. اما اگر به این اصل زیبا شناختی توجه نکنیم، آنگاه می بینیم که به وجه معنایی و مضمونی داستان هم آسیبی جدی وارد آمده است. علت این امر آن است که خواننده زمانی مجذوب یک داستان می شود یا ذهنش از آن متأثر می شود که باورش کند. یا حداقل بپذیرد که بدیلی از جهان زیست اوست در صحنه ای افرد دانیل یک لحظه از دکان قصابی خارج می شود تا ببیند در فضای بیرون چه می گذرد که ناگهان کنار دکه بسته روزنامه فروشی چشمش به روزنامه می افتد که خبری مربوط به او را چاپ کرده است در اینجا به سست بودن صحنه و تصنعی بودن آن پی میبریم از این گونه صحنه های تصنعی در داستان مردی که زیر زمین زندگی می کرد فراوان است و خواننده را به یاد آن فیلم های قدیمی می اندازد که در گذشته بارها و بارها شاهدشان بوده ایم که مثلا چطور وقتی هنر پیش ای رادیو را باز می کند تصادفاً رادیو همان خبری را پخش می کند که مربوط به اوست. پس این داستان فقط با توجه به نوع و گروهی که در آن قرار دارد جالب توجه است. و اگر بخواهیم آن را با داستانهای جدی و عمیق دیگری که هم شکل و هم فضای آن در حد مطلوب است مقایسه کنیم چندان موفق به نظر نمی رسد. با این همه کار ریچارد رایت با این شخصیت معدود به پایان رساندن کل واقعه در زمانی 24 ساعته نشان دهنده مهارت اوست و اگر به نکاتی که ما گفتیم چندان توجهی نکرده به سبب ترقیش از داستان و قایتی است که برای آن در نظر دارد درباره زاویه دید یا منظر این داستان هم باید بگوییم که نویسنده از منظر راوی دانای کل استفاده کرده است یعنی منظری که امروزه کمتر از آن استفاده می کنند. البته باید بگوییم که این داستان هم حدود نیم قرن قبل نوشته شده است و باید با روش های داستان نویسی همان زمان مقایسه شود. اما موضوع این است که ریچارد رایت نویسنده ای مزمونگراست و برای او چند و چون زاویه دید اهمیت زیادی نداشته. زاویه دید و دیگر عناصر داستانی برای کسانی اهمیت دارد که به چگونه نوشتن هم فکر و به مسائل زیبا شناختی هم توجه می کند. در این داستان نویسنده همه چیز را شهر داده و هیچ نکته ناگفته باقی نگذاشته است تا خواننده با تخیل خلاق خود آن را کشف کند. شاید تنها ابهام این داستان علت کشته شدن همان زن سفید پوستی است که فرد دانیل را به جرم قتل او بازداشت کرده بودند همانطور که گفتیم هدف نویسنده این داستان شرح مسائلی است که بر سر سیاه پوستان آمریکا آمده است از همین رو برایش مهم نیست که علل آن قتل را بررسی کند در این گونه داستان ها به طور معمول شخصیت برای منتقل کردن بهتره داستان و پیام آن به دو گروه خوب و بد تقسیم می شوند و تکلیف خواننده به آنها روشن است اما در داستان مردی که زیر زمین زندگی میکرد، پلیس ها آدم های بد و شروری هند. اما خود شخصیت فرد دانیل شخصیتی متلاطم و پیچیده است و همانطور که شهر دادیم از هویت و شناختن خود به سوی هویت باختگی و گم کردن شخصیت خود حرکت می کند. اما ان چه علاقه خواننده را به رقم همه این حرف ها به این داستان جلب می کند مظلومیت سیاه پوستان و ستمی است که در آمریکا به آنها می شود. ریچارد رایت نویسنده است که باید او را وجدان بیدار سیاه پوستان آمریکا نامید. کسی که هیچگاه قلمش از شرح مسایب سیاه پوستان و ستم سفید پوستان آن دیار باز نمی ایستاد و مدام به افشاگری می پرداد. یاران تا فرصتی دیگر شب خوش و خدا نگهدار